بینندگان عزیز سلام بر شما. ادامه اخبار از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم. پشقیمان رژیم آخوندی دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام از هموطنان عرب را از زندان دسفول به مکان نامعلومی منتقل کردند. این دو زندانی که سید خالد موسوی 36 ساله و علی چبیشات 49 ساله نام دارند، 20 آبان ماه سال 1390 توسط مزدوران اطلاعات آخوندی در شوش بازداشت شدند و ماها در سلول انفرادی تحت شکنجه قرار داشتند. دادگاه ارتجاء در سلماس یک زندانی سیاسی هموطن کرد به نام علی خلیلی 39 ساله را به اعدام محکوم کرد. وی که از تیر ماه سال 92 در شهرستان سلماس زندانی بود، در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفته است. گزارش همچنین حاکی است که گارد زندان زاهدان روز تحویل سال نو به سلولهای زندانیان یورش برده و اقدام به تخریب وسایل آنها کردند. ماموران سرکوبگر زندان یکی از زندانیان سیاسی را که به رفتار وحشیانه آنها اعتراض کرد مورد ضرب و جرح قرار دادند و وی را به سلولهای انفرادی منتقل کردند. بنا به گزارش‌های دریافتی، به رغم گذشت نزدیک به 6 ماه، زندانی سیاسی ارژنگ داوودی کماکان در یک سلول انفرادی در شرایط غیر انسانی در یک ساختمان متروکه و کاملا ایزوله شده به سر می‌برد و او را به بند عمومی منتقل نمی‌کنند. ماموران اطلاعاتی و امنیتی رژیم آخوندی 10 تن از سازماندهندگان راه اندازی تجمعات اعتراضی به خاطر انتقال آب رودخانه کارون اهواز را بازداشت کردند. بنا به گزارش‌ها، دشخیمان رژیم آخوندی این افراد را تهدید کردند در صورتی که این تجمعات شکل بگیرد، به شدیدترین وجه با تجمع کنندگان برخورد خواهد شد. به ادامه خبرها توجه فرمایید. سناتور رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، نسبت به سوء استفاده رژیم آخوندی از سکوت غرب نسبت به روسیه در تحولات اوکراین هشدار داد. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که در کنفرانس بودجه ژنرال مارشال در بروکسل سخن میگفت، تاکید کرد در صورتی که غرب سیاست‌های خود را تقویت نکند، اقدامات روسیه میتواند تأثیرات بین‌المللی خطرناکی داشته باشد و رژیم ایران ممکن است آن را در مذاکرات هسته‌ای وارد کند و کره شمالی نیز ممکن است در جاه طلبی های هسته‌ای خود به آن اشاره کند. به افسود آنها حواس جمع هستند که ببینند چه کارهایی می توانند انجام دهند بدون آن که مورد حسابرسی قرار گیرند.